فصل سوم. دیگر اینکه ای برادران برای ما دعا کنید تا همانطور که پیام خدا با سرعت در میان شما به پیروزی رسید در سایر جاها نیز منتشر شود و دعا کنید که ما از دست افراد بد اخلاق و بدکار خلاص شویم، زیرا همه مردم ایمان ندارند. اما خداوند قابل اعتماد است. او همه شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد. ما در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که دستورهای ما را به عمل می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. ای برادران، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند دوری جویید، زیرا شما خوب می دانید برای اینکه از ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید. ما در میان شما بیکار نبودیم، نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز برای امرار معاش خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا به هیچ کس از شما تحمیل نشویم. و علتش این نبود که استحقاق آن را نداشتیم، بلکه می‌خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید. و حتی هنگامی که پیش شما بودیم، دستور دادیم که هر کس نمی‌خواهد کار کند، حق غذا خوردن هم ندارد. زیرا می‌شنویم که افرادی در میان شما هستند که تنبلی پیشه کردند و به عوض اینکه خود کار کنند، در کار دیگران فضولی می‌کنند. به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت می کنم و به آنها فرمان می دهم که در سکوت به کار بپردازند تا نانی به دست آورند. اما شما ای برادران، از نیکی کردن خسته نشوید. اگر کسی در آنجا باشد که از آنچه در این نامه نوشته ایم اطاعت نکند، مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت آمد نکنید تا شرمنده شود. او را دشمن نشمارید، بلکه مانند یک برادر به او اخطار کنید. خود خداوند که سرچشمه آرامش است، همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرماید و با همه شما باشد. من پولس با خط خود درود می فرستم. این امضا هر نامه ای را که از طرف من باشد تصدیق می کند. و این است نمونه ای از خط من. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.